تعداد زیادی از مسلمانان به رهبری انجمن اسلامی صلح مستقر در کلکته در آغاز سال قمری چین در مقابل کنسولگری چین در منطقه دریاچه نمک این شهر به مدت یک ساعت تظاهرات کردند معترضان با نمایش بنرها و برافراشتن شعارهای علیه سرکوب مسلمانان اویغور در استان سینکیانگ چین آن را محکوم کردند این اولین بار است که مسلمانان در کلکته به آزار و اذیت ها در استان سینکیانگ چین اعتراض می کنند. این در حالی است که بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری چین در چند سال گذشته بیش از یک میلیون اویغور را بر خلاف میل خود در شبکه بزرگی از آنچه دولت اردوگاه های بازآموزی مینامد بازداشت کرده و صدها هزار نفر را به حبس محکوم کرده است همچنین گفته می شود مقامات چین خواندن پنج بار نماز در روز را متوقف کرده و مسلمانان را از بلند نگه داشتن ریش و زنانشان از پوشیدن برقه لباس کامل با حجاب بر حذر داشتند ده ها هزار نفر از آنها به اردوگاه های بازآموزی فرستاده شدند تا کمونیست شوند و از اعمال مذهبی خود دست بکشند. به گفته نهادهای حقوق بشری، مقامات چینی به اقیم سازی دسته ببخشید مقامات چینی به اقیم دست جمعی زنان مسلمان در سینکیانگ متوسط شدند و زمانی که خانواده های مسلمان سعی کردند اسلام را با روحیه درست عمل کنند به شکنجه های گسترده متوسط شدند.